بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره زمان ظهور و اینکه ظهور حضرت به چه عواملی وابسته است مطالب مختلفی گفته میشه و گاهی از اوقات طوری صحبت میشه که انگار مسئله ظهور یه مسئله است که پروردگار عالم اون رو مخفی کرده و مصلحت زمان ظهور و علت زمان ظهور و حکمتش نامعلومه و به یک اراده ای از پروردگار عالم وابسته میشه که اون اراده انقدر پیچیده است که گویی بی حکمت تلقی میشه. آقا کی زمان ظهور خواهد بود؟ نمیدونیم، فقط خدا میدونه. خب درست، زمان ظهور رو چه عاملی موجب میشه که خداوند متعال تعیین کنه؟ معلوم نیست دیگه، حالا به خودشون بستگی داره. اینجوری نباید درباره زمان ظهور صحبت کرد، باید گفت ما حکمتش رو میدانیم اما چقدرش محقق شده معلوم نیست. علتش رو خدا پنهان نکرده، ارادش رو پنهان کرده، علت اراده خودش رو پنهان نکرده. البته شأن پروردگار عالم عجل از این است که ما به این سادگی در مورد حضرت پروردگار صحبت بکنیم، ولی حکمت تأخیر ظهور کاملا معلومه و در روایات ذکر شده. و حتی اگر کسی بتونه متوجه بشه که این حکمت چه مقدارش محقق شده، چه مقدارش باقی مونده محقق بشه، او متوجه خواهد شد زمان ظهور رو. اینجوری نیست که بگیم پروردگار عالم پنهان کرده و یه زمانی یه هویی میخواد کلید رو بزنه، الان دوست دارم اینجوری بشه. خداوند متعال هیچ کدوم از کارهاش بی حساب و کتاب نیست، اون هم مسئلهی به این عظمت بخواد بی حساب و کتاب باشه. منتها حساب و کتابها پیچیده است، مبهم و پنهان نیست. بله، شیوه محاسبه این خیلی کار سختیه. خب حالا میخواییم بریم سراغ برخی از روایات که حکمت طول دوران غیبت رو بیان میفرماین. یکی از این روایات روایتی است که درباره گریه های امام صادق علیه السلام درباره غیبت و فرمایشات ایشون که در پی این مناجات هاست ذکر شده برای ما. در این روایت میگه که اون راوی سخن میفرماید که ما خدمت حضرت رسیدیم، دیدیم که حضرت گریه میکنن، گریه مادر بچه از دست داده، چه اشکی میریزن و بعد این کلمات رو بر زبان جاری میکنن: ذات الکبد الحراء قد نال الحزن من وجنتیه و شاء التغیر فی عارضیه و ابلت دموع محجریه و هو یقول. دیدیم حضرت مثل یه آدمی که در کلمات قبلی هست و هو یبکی بکا الواله الثکلا، داغ بزرگی دیده داره گریه میکنه، مثل یک عاشق دل سوخته داره گریه میکنه، جگر سوخته باشه اینجوری داره ناله میزنه، حزن از وجنات آقا میباره، عشق از صورتش جاریه، تغییر در چهره حضرت کاملا پیداست. و ایشون میفرماید: سیدی غیبت تو که نفت رو قادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، و زیقت علیه مهادی،
دیگه نمیگذاره من راحت استراحت کنم. و اثرت منی راحت فؤادی، و راحتی قلب من رو از بین برده. الی آخر، سیدی غیبتک اوصلت مصابی به فجائع الابد. غیبت تو آقای من، مولای من، من رو به فجایع از مصائب بزرگ مبتلا کرده. چه فاجعه ای بر سر من آمده است از غیبت تو. خب این خیلی عبارات سنگینیه، من دیگه بقیه مناجات حضرت رو نمیخونم. صدیر که راوی این روایت هست میگه فستتارت عقول و ناولهن، اصلا عقل از سر ما پرید. ایشون چرا اینجوری گریه میکنه؟ برای چه مصیبتی؟ و تصدعت قلوبنا جزعا، قلب ما از شدت جزع داشت داغون میشد. انزال کل خطب الهائل و الحادث الغائل، و احساس کردیم که حضرت یه مشکلی رو باش برخورد کرده. لمکروحتن قارعه، القارعه تو مل قارعه شنیدی؟ با یک مشکل بسیار کوبنده مواجه شده. این مناجات این طرزش رو ندیده بودیم از حضرت. به حضرت گفتیم لا ابک الله یبن خیر الورا عینیک، نبینیم چشمای شما آقا گریان شده، از یک حادثه سنگینی شما متأثر شدید. چه موضوعی هست که این ماتم رو در شما ایجاد کرده؟ بعد وقتی که این رو به حضرت امام صادق علیه السلام گفتیم، حضرت شدیداً گریه کرد، مثل یک داغداری که تازه داغ دلش تازه بشه. حالا اون قسمت که داشت مناجات میکرد با کسی، به او میفرمود سیدی و مولای، برای ما خیلی عجیب بود. حالا تمام شد بهشون عرض میکنیم، حضرت اینجوری شدیداً میزنن زیر گریه. و قال ویکم انی نظرتو فی کتاب الجفر سبیحت هذا الیوم، فرمودن که وای بر شما، خبر ندارید. وای بر شما نه این که بخواد مذمت کنه، یک عبارته. می فرماید که شما که خبر ندارید، من امروز صبح مراجعه ای داشتم به کتاب جفر. حالا این کتاب جفر دقیقا چیه؟ خیلی محل بحث مشهور نزد ائمه هدا علیهم السلام این کتاب هست. حضرت می فرماید علم اولین و آخرین در این کتاب هست و در اونجا مصائبی که در آینده خواهد آمد توضیح داده شده. بعد فرمودن که در اون قسمت از غیبت مربوط به فرزند ما مهدی بحث هایی رو که اونجا دیدم این حالت رو برای من ایجاد کرد، به خاطر طول دوران غیبتش، و این شرایط بود که موجب شد من مناجات کنم. با کی مناجات کنن حضرت؟ با آقا امام زمان ارواحنا له الفدا که هنوز به دنیا نیومدن. بعد به این حضرت والا مقام فرزندشون هست، میفرماید مولای من، آقای من، غیبت تو خواب را از چشمای من رو بوده و اینجور عشق میریزم. خب همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم بعد عبور بکنم. یه سری مصائب هست عقل ما، اندیشه ما اون رو میفهمه. یه سری مصائب هم هست دل ما اون مصیبت ها رو میفهمه. خود قلب ما هم محل فهمیدنه. مصیبت غیبت برای عقل و اندیشه ما زیاد قابل درک نیست. مصیبت غیبت بیشتر برای دل انسان قابل درکه. این روایت، این قسمتشو ازش بهره برداری بکنیم تا برسیم به حکمت زمان ظهور و تأخیر
ظهور و طول مدت غیبت که در کلمات حضرت هست. ببینید ما از رفتار امام صادق علیه السلام که هنوز غیبت واقع نشده در اون زمان میفهمیم که داستان غیبت اساسا متأثر کننده است. دل رو اگر پاک بکنیم به شدت بی اختیار نسبت به طول دوران غیبت متأثر خواهیم شد، به حدی که اگر کسی ازمون بپرسه آقا تو چرا اینقدر ناراحتی، چرا گریه میکنی برای غیبت، حالا زمانش شد تش فرما میشن دیگه، حالا دیگه اینقدر به هم ریختن نداره، باید برگردی جواب بدی که من خودم هم نمیدونم، خیلی داغون میشم به این موضوع میرسم. چون میخوام عرض بکنم که درک شدت مصیبت غیبت برای انسان ممکن نیست، برای انسان عادی بیانش هم ممکن نیست. از خودتون انتظار داشته باشید چیزی در حد و اندازه های دعای ندبه. دعای ندبه رو حتما دقت کردید، دعاها رو نباید صرفا در جلسات دعا قرائت کرد، باید یه وقتایی دعاها رو مطالعه کرد، یه غروب‌هایی رو انسان انتخاب بکنه دعا رو مطالعه بکنه. در دعای ندبه صدا میزنه آیا کسی هست بیاد بنشینه با من گریه کنه؟ کسی نیست؟ کسی هست خار تو چشمش رفته باشه همجوری عشق از چشماش بیاد من ببینم تسکین پیدا کنم، دارم هلاک میشم؟ این خیلی عجیبه. معمولا آدمهای عادی هرچی هم عاشق و معنوی و مؤمن باشن به اینجا نمیرسن که آقا این داره هلاک میشه یه کسی بشینه باهاش همدردی بکنه. فعطیل معه العویل والبکا، عویل به ناله زدن میگن، یه کسی سر صدا میکنه زجه میزنه بهش میگن چه عویلی را انداخته، آقا یه کسی بیاد با من بشینه من دارم دق میکنم، من تنهایی دیگه نمیکشم این غم رو. هل من جزو انفع ساعد جزعه اذا خلا، یه کسی بیاد جزع و فزع بکنه ما هم دیگه رو کمک کنیم تو گریه کردن. این حالت فقط برای مادرهای جوان از دست داده رخ میده، داغشون که سنگین میشه مستحب به زنهای دیگه برن باهاش همراهی کنن گریه کنن، اون گفت وای جوانم وای عزیز دلم، اینا هم همینو بگن تا اون آرام بگیره. وقت فقط اینو تو دعای ندبه میبینید، تو استغفار یه همچین فضایی نیست. این قسمت صحبت اگر ما گریه امام صادق علیه السلام برای غیبت رو هم میبینیم، زیاد تو ذهنتون دنبال دلیل نگردید، انشالله خودتونم بی دلیل واله بشید، انشاءالله خودتونم بی دلیل گریه کنید، بگید اصلا من یاد غیبت حضرت میفتم به هم میریزم، اصلا نمیدونم چرا، نمیدونم چرا اینجوری شدم، عجیبم هست. انشاءالله نتونی دفاع کنی توضیح بدی برای شدت تأثر خودت. دل نورانی که بشه این اتفاق براش میفته، کما اینکه شما خودتون اصلا گریه میکنید الان برای مصائب ابا عبدالله الحسین، واقعا دلیل نداره. با بگید اینو الان من تا میگم از کنار نهر علقمه امام حسین این گونه برمیگشتن شما به هم میریزید، چرا؟ چرا؟ بابا غم امام حسین تمام شد، غم زینب کبری هم تمام شد، 1400 سال گذشته، اونا که به اوج شیرینی و شادی رسیدن، واقعا چرا شما گریه میکنید؟ شما اصلا ندیدید امام حسینو، شما اصلا ابوالفضل عباس رو ندیدید، باش زندگی نکرد، رفیقتون هم اگر بود، پدر و مادر شما هم اگر بود، یه سال، دو سال، ده سال، با شکنجه کشتن، 100 سال، یا چقدر دیگه؟ واقعا دلیل نداره ها، نه اینکه شما بگید که مصیبت ما متأثر میشیم، نه مصیبت نیست.
مصیبت نیست، مصیبت اینقدر آدم متاثر نمیکنه. بیا من برات مصیبت نقل بکنم، شاید به ظاهر بدتر از یک کسانی که سر از بدنشون جدا کردن، اونا هم مظلوم. اگه اینجوری شدی اصلا اینجوری نمیشی. صدها شهید قطعه قطعه، جوان، زیبا، همه چی تو جبهه میدیدیم، اصلا اینجور آدم متاثر نمی کنه. مادر شهیدی به من میگفت، دو تا شهید داده بود، میگفت اصلا یاد شهدای خودم میفتم شاد میشم، دلم باز میشه، نمیدونم چرا یاد امام حسین میفتم آتیش میگیرم. رسول خدا توضیح دادن، فرمودن این یه مسئله ویژه است. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، این یه آتشی از اون بالا افتاده، اینو حفظش بکنید. یه همچین آتشی هم انشالله تو دلتون بیفته برای غیبت. خب من میخوام عرض بکنم یه نکته ای رو، خب خیلی سخته، میخوام بگم علت غیر قابل بیان سوختن برای غیبت آقا امام زمان علیه السلام چیست. خب اگه قابل بیان بود که دیگه میگفتی دیگه، تو خودت میگی غیر قابل بیانه. گفت سیر ترشی 7 ساله داری؟ گفت چرا دارم. گفت میشه یه مقدار به من بدی؟ گفت این میدادم به این، اون که 7 ساله نمیشد. حالا بلا تشبیه اینجوریه دیگه. باید علت گریه ما و سوز دل ما گفتنی نباشه، باید از آسمان بیفته در قلبمون. اینو برید از خدا تمنا بکنید که بتونید دعای ندبه بخونید. گریه های امام صادق علیه السلام ببینید، باور کردنی نیست. میگه عقل از ما سر ما پرید دیدیم این گریه حضرت رو. برای چه مصیبت و فاجعه بزرگی آقا شما اینجوری گریه میکنی؟ زندگی مختل شده مولای من. آقا زندگی امام صادق علیه السلام مختل شده. دلاتون رو باز کنید، از دلاتون انتظار داشته باشید، یک کمی مقرب به حضرت بشید، نزدیک حضرت بشید، دیوانه میشید. بنده یه جایی رو میشناسم که اونجا محل رفت و آمد، محل نگهداری نیست ولی محل رفت و آمد اینجور دیوانه هاست. خل شدن، خودشون هم خبر ندارن، شاید هم خبر دارن ولی خبر ندارن چرا. برید اینا رو ببینید، جالبه. از همه طبقات هم هستن ها، از مثلا لات بی سر پا به تعبیر ما هست توشون تا عالم فرهیخته و تا دانشمند دانشگاهی و، ولی همه یه جوری میزنن به خلی. خل شدن، ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، چون در یک روایتی درباره حال اینجور آدم ها امیرالمومنین علی علیه السلام همین تعبیر رو به کار میبرن. فرمان مردم در مورد اینا میگن اینا قاطی کردن، بعد حضرت میفرمان بله اینا قاطی کردن، قاطی شدن با یه مسئله خیلی بزرگ. نمیفرمان قاطی نکردن، اتفاقا اینا عاقلن. میفرمان بله آقا قاطی کردن، لقد خالت هم امر عظیم. کجا جمکران؟ میشناسم من آقای دکتری رو، میگه 40 سال شب چهارشنبه ها من اینجا میام. بعد یه چشماش پر عشق میشه، میگه نمیتونم نیام، اصلا نمیتونم نیام. از روز دوشنبه آماده میشه، فردا سه‌شنبه است باید برم. 40 سال آقا خسته نشدی؟ آقا برای چی؟ آقا چه ضرورتی داره؟ عزیز دلم به حضرت نزدیک شو. حضرت واقعا غم غیبتش، محبتش آدم رو خل میکنه. محبت و مصیبت امام حسین رو خدا به خیلی ها میده، ولی این دومی رو باید یک کمی تلاش کنی بگیری. واله، من امتحان کردم، ورودی جمکران وایس نگاه کنی، مردم نگاه کن چجوری میان. خیلی عجیبه بابا، اینجا کسی نیست، اینجا مقبره امام معصومی نیست. البته خب حضرت که خب همه جای عنایت دارند و حضور دارند. خیلی عجیبه.
من چند تا دعا میکنم، شما دستاتون رو ببرید بالا، آمین بگید. چرا میگم دست رو ببرید بالا؟ میخوام انشالله عیدی بگیریم امروز. ببینیم این تجربه برای ما حاصل میشه. خدا به حق حضرت ولی عصر، داغ محبت او، سوز غیبت او، حرارت تقرب به او رو خدا در قلبهای ما قرار بده. تجربه کنیم، ما هم زندگی کنیم، ما هم بفهمیم دنیا دست کیه، لذت ببریم، یه عشقی داشته باشیم که با اون عشق تا کنیم. انشاءالله خداوند متعال این دعای ما رو مستجاب کنه. حیف بود از کنار این فرمایش امام صادق علیه السلام به سرعت عبور کنیم. بعد حضرت شروع میکنن. خب چرا گریه میکنید شما؟ من مصیبت ها رو دیدم. از بین اون مصیبت ها کدومش رو تصریح میکنن؟ میفرماید تأملت فیه مولد قائمنا و غیبته و ابطاعه و طول عمره و بلول مؤمنین بهی من بعده فی ذلک الزمان و تولد الشکوک فی قلوبهم من طول غیبته. عبارتی که بنده شاید صدها بار میخواستم بالای منبر بخونم، رد شدم یه چیز دیگه گفتم، بذارید امروز بگم دیگه، اشکال نداره. وارتداد اکثر هم عن دینهم و ارتداد اکثر مؤمنین در دوران غیبت از دینشون. ارتداد ببینید معناش نیست که بگم من کافرم، ولی من این مصیبت ها رو میبینم گریه میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام هم درباره ارتداد اکثر مؤمنین در فتنه های آخر الزمان و در طول غیبت تصریحی دارن عجیب تر از این. ما هیچ وقت تو جلسات عمومی نمیگیم ارتداد اکثر، اصلا دلش پاره میشه، ما که جزء بدترین اکثریتیم دیگه، هیچ چی دیگه، آدم مایوس میشه. امیدوارم مایوس نشه، اون اتفاقی که قبلا دعا کردیم بیفته، ان شاء الله ما جزء مرتدین نباشیم، جزء اون حد اقلیا باشیم. خب و خلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم، اصلا تناب اسلام رو از اعناق خودشون باز میکنن. من به خاطر این دارم گریه میکنم. التي قال الله تقدس ذکره. حالا چیه اون موضوع ارتداد؟ چیه موضوع برداشتن این تناب؟ چیه؟ همونی که خداوند متعال فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی طائرش برگردنش هست. فرمود یعنی الولایه، مؤمنین در طول دوران غیبت امتحانایی میشن که ولایت حضرت رو از گردن خودشون در میارن، یعنی ارتداد پیدا میکنه، نماز میخونه، از ولایت خارج شده. پیدا کنید پرتقال فروش را، این پرتقال فروش همه چی بلده، ازش بپرسید که در دوران غیبت حضرت نیست مستقیم به من فرمان بده، من چجوری از ولایتش خارج میشم؟ حالا بذار تشریف بیارن امتحان کنن، شاید گوش کردیم حرفشونو. بله این پرتقال فروش، ازش بپرسید که ارتداد یعنی ترک ولایت، برداشتن تناب ولایت از گردن چجوری اتفاق میفته. فاخذت نرقه و استولت علی الاحزان. اینجا که میرسن عبارت رو میفرماند رقت در قلب من ایجاد شد و احزان در قلب من وارد شد، اینجوری زجه میزدم. بعد حضرت مورد سوال قرار میگیرن. صدیر سوال میکنه که آقا یک کمی برای ما توضیح بدید این اتفاقات رو. حالا دقت کنید یه موضوعی رو مختصر عرض کنم، همون مطلب اول، حکمت طول دوران غیبت. حضرت داستانی رو نقل میکنن از حضرت نوح، ضمن فرمایشات مختلفی که درباره مهدویت دارن، عمر حضرت شبیه حضرت خضر، بعد غیبتش شبیه حضرت عیسی ابن مریم، و در واقع
تولدش شبیه تولد حضرت موسی بن عمران، هرچی پسر بود سر بریدم تا این پسر به دنیا نیاد. و خدا میداند دل آدم تکون میخوره، خدا شاهده. بله در زمان امام زمان هرچی پسر بخوان سر ببرن نبود. چرا؟ چون میدونستن این پسر باید از کدام خانواده متولد بشه. این خانواده رو محصور کردن، خانوادگی رفتن زندان. امام حسن عسکری بد جوری شکنجه شدن. صدا زد عمه جانم آماده باش، فرزند ما به دنیا میاد. گفت کدام فرزند؟ کسی باردار نیست در خانه. خصوصی اصلا خیلی عجیبه دیگه. دیدید چقدر سر بریدند از زمان حضرت موسی این فرزند به دنیا نیاد. همه این شکنجه ها جمع شده توی خونه. فرمودن که مقدر بوده کسی متوجه نشه. بعد یک شبه متوجه شدند و پنهانکاری و محافظت و بعد از همون اول هم گل نازنین خلقت، طاووس اهل جنت باید پنهان باشه. کار دنیا اینه دیگه. زیباترین، دل برترین، تو دل بروترین ولی خدا از روز اول کسی نباید ایشونو ببینه. دنیا اینه دیگه، هیچی سر جاش نیست. میگه از اصحاب حضرت رفت خدمت حضرت، حضرت فرمود میخوای فرزندم رو هم ببینی؟ از اصحاب خاص حضرت بود. عرضه داشت آقا ما که از خدامونه. فرمود در اتاق مجاور هستن. رفت میگه من یه کودک 4 ساله دیدم در حال عبادت، دلم آتیش گرفت در محبتش. اومدم بیرون گفتم آقا من خدمت پدر بزرگوار شما امام هادی هم رسیدم، ارادت من رو خودتون میدونید به خود شما، من چقدر به شما عشق می‌ورزم، اما آقا پسرتون یه جور دیگه دل منو برد، انگار من بیشتر دوستش دارم. حضرت فرمودن ما خودمون هم همین جور هستیم. خیلی عجیبه ها، شما امام زمان رو ندیده گریه میکنید. و بعد جالب اینه که ذکر مصیبت که دیگه برای امام زمان کسی نمیکنه که، همین اسمشو میبرن همه اشک میریزن. اینا همون چیزایی که میگم انشالله خدا بیشترش کنه. بی دلیل پر بزنی برای حضرت. حالا اگر این روایت گذاشت ما به آخر مطلب برسیم. بعد شباهتشون رو به حضرت نوح توضیح میدن. در مورد حضرت نوح فرج میدونید خیلی به تأخیر افتاد. خداوند متعال فرمود یا نوح 7 سال دیگه فرج رخ میده. سر 7 سال فرج رخ نداد. فرمود 7 سال دیگه. دوباره فرج رخ نداد. می فرمود پروردگار عالم حضرت نوح هم به مردمش می گفت. حالا مردمی که چه به سختی اینا رو جمع کرده بود. بله تا 7 مرتبه تعداد میاره در همین روایت که اکثر مردم پراکنده شدن. اول چند نفر بودن؟ چند صد نفر بودن؟ عبارت رو داره اینجا کاملا. بعدش همینجوری هی کم شدن چند نفر بیشتر باقی نموندن. دیگه اون چند نفر گفتن آه هرچی خدا بگه وعدش رو عمل نکنه، ما هستیم دیگه، ما که نمیتونیم تو رو ول کنیم، که تو پیغمبری بالاخره، اونم که خدای ماست، هر جوری میخواد سر ما در بیاره، ما تسلیم. بعدش فرج آمد. حضرت نوح از خدا پرسید خدایا این یاران من میگن خدا خلف وعده کرده. میفرماید من خلف وعده نکردم. چرا دیگه؟ خدای شما گفتید سر 7 سال بعد نشد دیگه. ناموس غیبت این جمله است. حضرت خدا، حضرت باری تعالی میفرماید چرا فرج میخواست بیاد؟ اصلا غیبت برای چی بود؟ حالا در مورد حضرت نوح غیبت نبود، اما فرج از اون گرفتاری عظیم بود که کسی ایمان نمی آورد، از اون همه ظالمان باید نجات پیدا میکردن. میفرماید من باید قبل از فرج غربال کنم.
ناخالصی ها رو جدا کنم. من سر 7 سال میخواستم فرج رو بیارم، میدیدم پای رکابتون آدم های ناخالص هستن. وقت من اگر میامدم سر 7 سال این وعده رو محقق میکردم، با وعده های اساسی تر مخالفت شده بود. فرج باید بعد از غربال صورت بگیره. بعد حضرت امام صادق علیه السلام توضیح میدن علت طولانی شدن غیبت اینه، باید خالصی ها از ناخالصی ها جدا بشن. حالا دیگه آمار و این حرفا رو در مورد حضرت نوح نخونیم. بعد میفرماید که شیعیان ما هم همین طور هستن. بگذارید متن عبارت حضرت رو درباره شیعیان بخونم، چون از حفظ اصلا نمیتونم بگم، میترسم که یکم این عبارت سنگین باشه. میفرماید تمتد و ایام و غیبتهی لیسرح الحق عن محضه و یصفو و الایمان من الکدر برتداد کل من کان تینتهو خبیثا من الشیعه. ببخشید این دوتا رو من با ترس کنارم دیگه گفتم. هر کی تینت خبیثی از در میان شیعیان داره باید جدا بشه. مسئله اینه، اصلا کفار حرف نیست ها، کفار به کفار ربطی نداره غیبت. کفار بدبخت ها وظیفه خودشون انجام میدن، جنایت میکنن، ظلم میکنن، یه هیچ کاری دیگه بلد نیستن بکنن. اصلا خلق شدن انگار برای همین جنایت و بعدش هم جهنم، دیگه کاری نمید، انتظاری کسی از اونا نداره. طول دوران غیبت برای چیه؟ تا حق حق محض بشه. حق محض به تعبیر ما، حق از یه چیزی که حق نماست اما یه ذره با باطل قاطیه جدا بشه. و یصفو ول ایمان و من الکدر، ایمان از کدورت پاک بشه. برتداد کل من کانت تینتهو خبیثه، با ارتداد هر کسی که تینتش خبیثه. من چجوری اینو توضیح بدم؟ مهمترین محل امتحان ولایت، ولایت ولی الله الاعظم، همین امتحانی که فرمود انجام میگیره و موجب ارتداد میشه، همین ولایت فقیه خودمونه. با بیانات امام برید مراجعه کنید، ولایت فقیه ولایت رسول الله هست. هر کسی ولایت مطلقه فقیه رو اینقدر بالا قبول نداشته باشه، حد اقلش رو محال رد بکنه به خاطر بسیاری از قواعد و قوانینی که وجود داره. و اون این که ما داریم با این آقا امتحان میشیم، شما خیلی راحت با برادر دینی خودتم امتحان میشین. طرف بونه میاره، اوضاع سیاسی، او خدای من، دیدی که مدعی یبن الحسن یبن الحسن بودن، هر جای جهان می رفتن یبن الحسن یبن الحسن، به 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 چقدر عالی. یه دفعه تو امتحان ولایت مداری خودشونشون داد. خدای ما رو رسوا نکن، خدای ما رو، من جای شما بودم داد می زدم، خدای ما رو عاقبت به خیر کن، خدای ما رو عاقبت به خیر کن، خدای ما رو در آستانه ظهور جزو مرتدین از ولایت قرار نده. خدای به ما یاد بده چجوری داری اما امتحان میگیریم. ما رو به عشق حضرت تو این امتحانا پیروز کن. برتداد کل من کانت تینتهو خبیثتن من الشیعه. الذين يخشى عليهم النفاق، کسانی که ترسیده می شود درباره اینها از نفاقشون، یعنی آدم نگران نفاقشونه. اذا احسوا بالاستخفاف والتمكين والامن المنتشر في عهد، در عهد زمان حضرت چرا ظهور نمیشه؟ اینا خودشون میخوان بیان بچسبونن دیگه، ول که نمیکنن که، ول نمیکنن که،
بعدن به به آقامون اومد میرن دور حضرت بعد شروع میکنن خیانت کردن. نمیکشن دیگه، مگه با امیرالمومنین این کار نکردن؟ صبر میکنه. هر کی الکی میگه به به ابن الحسن آقا جون، باید پدرشو در بیاریم که بعد از اینکه آقای ما اومد این دیگه نیاد جلو. الان داره همینجوری میشه ها، نگاه کن. بعضی ها عمامه به سرن دارن موضع میگیرن نسبت به مسئله ظهور. خیلی عجیبه، ناخودآگاه از فلتات لسانشون خارج میشه. آه شما خیلی ناراحتی، حالا آرزو نداری به جهنم و سرت بخوری که ناراحت هم هستی انگار. دیگه حضرت بیاد اینا جلو نمیان و خودشون میان گم میشن. بعد یاران حضرت خالصن دیگه. خیلی ادامه داره این روایت. علت غیبت رو خواستم برای شما بگم. علت غیبت چیه؟ تمحیص. علت غیبت چیه؟ غربال. هر کی مدعیه باید بره کنار، خالصا بمونن. آدم میترسه، منم شما رو میترسونم. برید در خانه مولاتون. آقا ما رو میترسیم، آقا ما میترسیم. خوشش میاد یه پدر، او پدرتر از همه پدرهای عالمه، او مادرتر از مادرهای عالمه. او نمیگذاره بوی بد پرونده ما به مشام ملائکه برسه. میخوام بگم اصلا شبا بگی بخواب، مهدی فاطمه برات دعا میکنه، تو خیالت راحت باشه. بعد اصرار کن ازش بخواب، عنایت میکنه. اینقدر خوشش میاد گیر بدی آقا ابن الحسن، من باید شما رو ببینم. آقا جون عزیزم، شما آخه ظرفیت لیاقت اینا بالاخره شرایطی داره. نه آقا ابن الحسن، من میخوام شما رو ببینم. اصلا یه مدتی حضرت رو عادت بده به این اصرار خودت. به خدا قسم، به خدا قسم، یک همی از سر صدا بیفتی حضرت میفرمایند چی شد؟ این دیگه از ما تقاضا نمیکنه. ساکت شده، صدا گریش نمیاد. مولای ماست، آقای ماست. منطقی نباشید در خونه حضرت. ببینم چرا شما میرید در خونه امام زمان منطقی از حضرت دعا میکنید؟ آقا ما که لیاقت دیدار شما را نداریم، لطف بفرمایید همین از دور به ما عنایت کنید. چرا اینجوری میری در خونه حضرت؟ مگه تو بی صاحبی؟ مگه تو صاحب دیکی دیگه است؟ مگه تو یتیمی؟ تو بابات داری، بابات غائبه، فقط همین. و صدای تو رو میشنوه، صدا تو ضبط میکنن میبرن برای بابا پخش میکنن. چرا مثل غریبه ها صحبت میکنی؟ نکن یه بابای دیگه ای داری اینجا غریب وار صحبت میکنی؟ نکنه نعوذ بالله متک